منطقه با قدمت 7000 سال، شهری در آغوش کبیر، دارالمؤمنین و نخبه پرور، آرام و امن، شهر شعر کاشان، شهری با آسمونی صاف و پرستاره. شهریار عظیمی سری به کاشان زده تا بهمون بگه چرا به این شهر میگن شهر گل و گلاب. زمان برداشت گل محمدی و تهیه گلاب از اواسط فصل بهار شروع شده و تا اوایل تابستان ادامه داره. اوایل بهار عطر مست کننده این گل در مناطق مختلف کاشان مانند قمصر و نیاسر به مشام میرسه. جدا از جذابیت‌های تاریخی و معماری، منطقه کاشان به داشتن باغ‌های زیبای گل محمدی و با کیفیت‌ترین عرقیجات نیز معروفه. کاشان در واقع یکی از اصلی ترین مناطق پرورش گل محمدی در ایرانه و این گل یکی از مهمترین و معروفترین گلهای خانواده رز به شمار میاد. صبح خیلی زود مردان و زنان زحمتکشی که اینجا میبینیم میان به باغ گل تا این گلهای محمدی رو در بهترین زمان خودشون بچینن، زمانی که بیشترین عطر و بو رو دارن. در بین خانواده گلهای رز گل محمدی بهترین هستش. کارشناسا اعتقاد دارن که اولین بار این گل در ایران کاش شده و بعداً به کشورهای دیگه دنیا منتقل شده. تاریخچه گرفتن گلاب از گل محمدی به بیش از 2500 سال پیش برمیگرده در ایران. امروز بیشترین گل محمدی در استان‌های فارس، کرمان، اصفهان و آذربایجان شرقی و غربی کاشته میشه. به دلیل عطر دلانگیز و تنوع محصولات تولیدی، گل محمدی در بسیاری از نقاط دنیا کاشته میشه. این گل کاربردهای زیادی در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی داره. حدود 5000 نفر اشتغال زایی داره و بعد گل محمدی رو به کارگاه‌های صنعتی و سنتی تبدیل می‌کنن که 50% رو کارگاه‌های سنتی مصرف می‌کنن، 50% رو کارخانجات صنعتی. تاریخچه استفاده از این طلای بیرنگ حداقل به اوایل دوران روم باستان برمیگرده. ولی تولید اون برای نخستین بار از طریق فرایند تقطیر با بخار آب به احتمال زیاد و بر اساس شواهد موجود توسط ایرانیان انجام شده. به دست آوردن گلاب از طریق تقطیر برای اولین بار در ایران توسط دانشمند ایرانی ابوعلی سینا انجام شد. تولید گلاب و عرقیجات گیاهی مختلف از طریق تقطیر هنوز هم به روش سنتی خودش در بعضی از نقاط ایران انجام میشه. در این فرایند شعله اجاق باید ملایم و تا حد امکان ثابت باشه. به زبون ساده تر، هرچی طول فرایند تقطیر بیشتر باشه و شعله ثابت تر و ملایم تر باشه، قطعاً کیفیت گلاب نهایی خیلی بالاتر خواهد. گلهای محمدی پاک شده و در داخل دیگ بخارپز مسی گرما داده میشن. بعد از اون بخار سرد شده و مایه عطرآگین گلاب از آن به دست میاد. تقطیر اینجا به وسیله لوله های آلومینیومی انجام شده و گلاب حاصله در ظروف مسی ذخیره میشه. در گذشته برای ماندگاری بهتر عطر گل از ظروف گلی به جای ظروف مسی استفاده میکردند. کوه
کوههای اطراف نیاسر مثل یک حلقه هزاران مزرعه گل محمدی رو از گرمای سوزان کویر محافظت میکنن. زیبایی منحصر به فرد این شهر باغ، سایه های درختان، صدای جریان آب و عطر گلهای محمدی همه دست به دست هم دادن تا یک فضای رویایی در حاشیه کویر مرکزی ایران به وجود بیاد. نیاسر دارای اقلیم آب و هوایی خیلی خوبی هست که این باعث شده اکثر زمین‌های کشاورزی منطقه زیر کشت گل محمدی باشه و درآمد بالای شهروندان منطقه از همین کشت گل محمدی و محصولاتی که از جمله گلاب، عرقیجات که تولید میشه هست. در اون زمان که من هنوز کلاس مثلا 6 ابتدایی بودم یا 7 متوسط بودم، دیگهای سنتی از هیزمای صحرا استفاده میکردن. این هیزمای صحرا خیلی دود داشت، تازه کنده بودن، زیر این میزدن، زیر دیگ، این دیگ حرارت ایجاد میکرد و این حرارت باعث پخت گل میشد که سیستم تقطیرهای سیستم خودشو هم شما دارید هم میبینید تبدیل کرد به گلاب. و من اون زمان متوجه شدم که این خیلی کار سخت، این باید یه حلی برش پیدا کرد. یه نقطه ای از تاریخ خارجی ها گلاب ایران رو کشف کردن و به ارزش واقعی اون پی بردن. این باعث تقاضای بسیار زیاد برای این ماده اتراگین شد و در نتیجه روش های سنتی تولید دیگه جوابگو نبودن. در اینجا بود که یه سری از تولید کننده ها پا پیش گذاشتن تا تولید رو مکانیزه بکنن. آتیش چوب و دیگ مسی و کوزه گلی جای خودشون رو دادن به دیگ بخار و سیستم های پیچیده مکانیزه و این شروع انقلابی بود در صنعت تولید گلاب در ایران. مطمئنم ابن سینا وقتی برای اولین بار توی این کشور مشغول تقطیر و به دست آوردن گلاب بود، حتی در ذهنش هم نمی‌گنجید اون چیزایی رو که من امروز دارم در این کارخونه مدرن می‌بینم. در روم باستان گلاب به دلیل خاصیت‌های ضد میکروبی و ضد عفونی کنندگی بسیار استفاده می‌شد. در قرون وسطا کاهش دهنده استرس و افسردگی چیزی نبود غیر از گلاب و گلاب امروز هم به دلیل استفاده های فراوونش تقریبا توی هر خانه پیدا میشه. تقریبا در انتهای پروسه تقطیر یه ماده فوق العاده با ارزش از گلاب گرفته میشه و اون اسمش از عطر گل محمدی. عطر گل محمدی بیشتر در کشورهای اروپایی استفاده میشه برای ساخت عطر اتکلن و یا مواد بهداشتی دیگه. بهتر بهتون بگم که یک بطری از این ماده میتونه بین 7 تا 10 هزار دلار قیمت داشته باشه. بله، 7 تا 10 هزار دلار. Well, our main customers currently are in the Middle East, but our main market is for the rose oil is France. And we have there's a city, a small city in France called Grasse, who's the major buyer of rose oil, and they use that to make other fragrances for the major perfume companies. جدای از اینکه کیفیت گلاب چقدر میتونه مرغوب یا نامرغوب باشه، معیار بسیار مهم دیگه‌ای وجود داره که میتونه یک گلاب بسیار با کیفیت رو از چشم مشتری بندازه و اون معیار چیزی نیست به غیر از بسته‌بندی. امروزه بسیاری از کارخانه‌های مدرن مثل این کارخانه تولید گلاب در بسته‌بندی به خودکفایی رسیدن. There's a big demand, it's growing, and we're trying to fix ourselves and our products to the market demand. Basically, we've moved from the traditional packages to the more modern packing,
This is an example of what we've done. This is a bottle designed by us, and it's been patterned by us. As you can see, it's a rose inside a very beautiful crystal glass bottle. This is our premium brand. Our new other product is Rosewater with 24 karat gold in it, which has a big demand. به قول زنده یاد سهراب سپهری، شاعر و نقاش اهل کاشان، کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. شهریار عظیمی، برنامه ایران، شبکه مستند سیما.